اعتراض‌های مردمی به طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا در شهرهای مختلف. اعتراض مردم چالوس به دو برابر شدن قیمت نان. اعتراض‌های کارگری در تهران، پاکدشت و اصفهان. فشار بر زندانیان سیاسی و بستگان مجاهدان اشرفی در زندان‌های گوهردشت کرج و مشهد. مردم منطقه سامان در شهر کرد که روز چهارشنبه 16 بهمن در مقابل فروشگاه رفاه جهت تحویل گیری سبد کالا جمع شده بودند، خشم خود را از نحوه اجرای طرح ضد مردمی سبد کالا و از صفهای طولانی و کیفیت نامرغوب کالاها ابراز کردند. بنابر گزارش‌های دریافتی، مردم شهرهای مختلف کردستان در تجمع‌های اعتراضی علیه طرح اهانت‌آمیز توزیع کالا با سر دادن شعارهای خشم خود را از آخوند روحانی شیاد ابراز می‌کردند. آنها شعار می‌دادند: کو آب و برق مفتی، کو اون کلید که گفتی، هرگز نشد ملت تحقیر به این بزرگی. جمعی از مردم چالوس روز سه‌شنبه در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و به دو برابر شدن قیمت نان به دنبال بارش برف سنگین در این شهر اعتراض کردند. کارگران معترض جلسه تشکل دولتی خانه کارگر به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی را به جلسه اعتراض علیه حکومت آخوندی تبدیل کردند. کارگران در این جلسه به طرح ننگین رژیم آخوندی برای توزیع سبد کالا اعتراض کردند. جمعی از کارگران اخراجی شرکت در و پنجره سازی پونل پاکدشت روز چهارشنبه در اعتراض به شرایط نامشخص کاری در مقابل دادسرای رژیم تجمع کردند. کارگران زندانی پلی اکریل اصفهان در مقابل شکنجه دشخیمان مقاومت می کنند. بنا به گزارش‌های دریافتی، دشخیمان رژیم آخوندی برای زهر چشم گرفتن از کارگران معترض پلی اکریل مستمرن کارگران دستگیر شده را شکنجه می کنند، اما آنها تسلیم نمی شوند. کارگران شهرداری بهبهان با مقاومت و اعتصاب سه هفته‌ای خود کارگزاران رژیم را مجبور به عقب نشینی کردند و سه ماه از حقوق عقب افتاده خود را دریافت کردند. این کارگران از 22 روز پیش در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کرده بودند. دشخیمان رژیم آخوندی مانع پذیرش وکالت زندانی سیاسی احمد دانشپور مقدم از بستگان مجاهدان اشرفی توسط وکلا شده اند. دادستانی جنایتکار رژیم در تهران گفته است او اعدامی است، به وکیل نیازی ندارد. حال احمد دانشپور مقدم به شدت وخیم شده و زندگی وی در خطر است. احمد دانشپور در دیماه 88 همراه با پدر، مادر و همسرش به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با مجاهدان اشرفی بازداشت و به همراه پدرش به اتهام آخوند ساخته محاربه به اعدام محکوم شد. دشخیمان زندان گوهردشت کرج زندانی سیاسی جعفر اقدامی را به دلیل نامعلومی ممنوع الملاقات کرده اند. مادر این زندانی سیاسی به خاطر این اقدام غیر انسانی مریض شده است. شکنجهگران زندان وکیل‌آباد مشهد مانع درمان زندانی سیاسی علی عبادی در بیمارستان می شوند. وی از زندانیان سیاسی دهه 60 است که هم‌اکنون بیش از 4 سال است در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است. علی عبادی بیش از 60 سال سن دارد و دچار سنگ کلیه و همچنین مشکلات داخلی است و بارها دچار خونریزی داخلی گردیده است. به دنبال فراخوان دانشجویان به اعتراض در سالگرد قیام 25 بهمن 89، رژیم آخوندی زمان برخی از امتحانات کنکور ارشد را عوض کرده و به روزهای 24، 25 و 26 بهمن موکول کرده است، در حالی که قرار بود این امتحانات در روزهای 19، 20 و 21 بهمن اجرا شود.
جهان به اعتراض و قیام، هر فرصت، هر زمان، هر مکان. هموطنان، جوانان دلیر و اشرف نشان، مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی در داخل میهن اشغال شده، مرحله سرنگونی رژیم منفور ولایت فقیه واقعی و جدی است. بیش از حد به درازا کشیده است. به لطف جنگ و استمالت و امدادهای غیبی استعماری که جنبش مقاومت خلق را به بند کشید، اکنون باید در هر فرصتی آماده قیام بود. زمان و لحظه مناسب برای برخاستن فرا می رسد. بحران و نارضایتی جوشان از پایین جامعه به بالا رسیده و سرریز شده است. پایینی ها که مردم ایران باشند این رژیم را نمی خواهند. بالایی ها که آخوندهای شق شقه حاکم باشند در مانده اند و دیگر نمی توانند سرجم عمل کنند. خامنه ای دیکتاتور خوناشام با رگبار اعدام های روزمره در خفا و علن می خواهد با روب و وحشت ما را از حرکت باز دارد. از این طریق ناخدای استبداد در محیط توفانزا می خواهد کشتی در هم شکسته نظام را از غرق شدن برهاند. در عصر کبیر آگاهی و ارتباطات، خلقها با پیشتازان پاکباز خود به میدان آمدند تا راه را ادامه دهند. دنیای ارتجا و بهره‌کشی باید پایان یابد. گفته بودین که حرف آخر را خلق اسیر و پیشتازان در زنجیرش میزنند. بر زنجیر هاست که از هم بگسلد، بر شب تیره و تار است که مغلوب آفتاب کاران شود. شب تیره و تار استبداد و ارتجا که ایران زمین را در بر گرفته و خلق ما را اسیر کرده است. در هر فرصتی به اعتراض و قیام برخیزید. با تمام توش و توان، هر زمان، هر مکان. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی مردم ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 26 اردیبهشت 92.